غمی دنیا مخور ای دل که این جای گذر باشد، مسافر روز و شب باید دلش فکر سفر باشد. غمی دنیا مخور ای دل که این جای گذر باشد، مسافر روز و شب باید دلش فکر سفر باشد. سراسر درد و اندوه است در این دنیای بی حاصل، سراسر درد و اندوه است در این دنیای بی حاصل، نمی ارزد خوشی آن دم که جان الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا آیاتی سوره اعراف بود و قبلا هم موضوع را بیان کرده بودیم که ابلیس با کدام حیله ها و با کدام مراحل توانست که وسوسه کنه در مقابل آدم علیه الصلاه و السلام، و آدم علیه الصلاه و السلام قناعت بده که از درختی که ممنوع است و خوردن منع شده، ده او ای دست بندازه و از او بخوره. معلوم شد که آدم علیه الصلاه و السلام چیزی گپای قناعت بخش برش زد، رنگ حقامیز برش پیش کرد و همچنان آن چیزی که مرغوب و محبوب آدم علیه الصلاه و السلام بود ایرا برش بیان کرد. از این معلوم شد که شیطان همیشه بندگان الله متعالی از راه حق که در ظاهر حق نیست، در حقیقت باطل است، لیکن رنگ حق برش داده شده، توانسته که مردم نعوذ بالله در معصیت و گمراهی واقع بکنه. در انسان دو چیز است یا دو قوت است که الله متعال گذاشته. یکی حرص است، انسان حریص می باشه، همیشه تلاشش است که کدام چیزی که در دستش است او از دستش نرود و میل داره که همین چیز باقی باشه امرش، و تلاش میکنه که همین چیز در دست ما دیگه هم زیاد شده برود. این یک قوتی است که الله متعال در وجود هر انسان گذاشته. دوم قوت الله متعال عمل گذاشته، یعنی امیدواری از است که گپ تا سرحدی باید باقی بمانه. در حدیث هم پیغمبر علیه الصلاه و السلام در یک حدیث که حدیث متفق علیه است، پیغمبر علیه السلام می فرما یحرم ابن آدم و یبقى منها و یبقى منه اثنتان. انسان اولاد آدم علیه الصلاه و السلام پیر میشه، لیکن دو چیز از او باقی میمانه، یعنی او پیر نمیشه، یکی الحرص و العمل، یکی حرص است و دیگه هم امید داشتن است، همیشه امیدوار است. پیر میبینی که دستش در لرزه آمده، اما فکرهای خیلی دور و دراز مدت در ذهنش موجود است. البته ای حرص و ای عمل کدام قوتهای بد نیست تا زمانی که انسان او را در جای بد استعمال نکنه. چرا؟ اگر امو حرص نباشه انسان تلاشی کار را نمیکنه، اگر عمل نباشه انسان به مجردی که در یک صحنه رسید شاید که کار روزگار ترک بگویه و برای مردم آینده چیزی باقی نمانه. اما بسا اوقات اینمی قوت ها از حدود خود تجاوز میکنه، در جای سرحد میرسه که انسان نعوذ بالله در ورطه هلاکت مندازه. مثل که اینجا الله متعال حد گذاری کرده بود برای آدم علیه الصلاة و السلام که همه نعمت های جنت استفاده بکنه، تنها از یک درخت استفاده نکنه. اما حرص آدم علیه الصلاه و السلام و طول امید آدم علیه الصلاه و السلام او را وادار به این ساخت که باید من از این درخت تناول کنم، به خاطر که شیطان قسم برش خورد
که من خیر خواهتان هستم و ای من نشودم به این خاطر است که شما ملکی صفت نگردی و مردمای دائمی در جنت نباشی. حرصشی تقاضا را داشت که من این کار را بکنم. خب برای ما واضح شد که هرگاه کسی قسم هم یاد میکنه و برای ما دلائل و یا علتی که در ظاهر برای ما واقعیت معلوم میشه برای ما بیان میکنه، بازم سرش انسان قناعت نکنه و تسلیم نشوه تا وقتی که برش واضح شوه که یقینا از روی کتاب الله و امر الله چطور است، در تکر واقع شده یعنی که موافقت قطش داره. از او خاطر درسای گذشته ما را بیدار ساخت که اصل تابیداری فرمان الله است. پشتی علت جوی نمیگردیم که این علت در این موجود است یا نیسته، چرا که از امیر را شیطان توانست آدم علیه الصلاه و السلام خطا بکنه. خطا خواهد آدم علیه الصلاه و السلام صورت گرفت. این کار خطا برش ما میگیم خطا اجتهادی است، چرا که آدم علیه الصلاه و السلام اینطور فکر کرده بود که نهی ارشادی است. نهی ارشادی این را میگه مثل که دکتر توصیه میکنه به یک مریض که از اینی طعام نخو به خاطر که فلان مرض داری و مرض تو نقصان داره. منظوری دکتری نمی باشه که سری تو حرام است یا ممنوع است، بلکه منظوری دکتر این می باشه که این برای تو مفید تمام نمیشه، برات نقص و ضرر داره. آدم علیه الصلاه و السلام از یک طرف خطای اجتهادی کرد، نهی را حمل کرد، ممنوعیت را حمل کرد به چی؟ ارشادی، که یک راهنمایی از جانب الله متعال است اما امر حتمی نیست که ما باید حتما ممنوع باشم. و او طرف دیگه شیطان هم قسم یاد کرده و هم معرفی کرده این درخت که سبب خلود انسان، دائم بودن انسان در جنت میشه و هم صفتهای ملکی پیدا میکنی و هم خدا بسیار خیرخواه و خیلی خیراندیش معرفی کرد. آدم علیه الصلاه و السلام در ضمن این قدر گپا باز نسیان همسرش غالب شد، چرا که در آیت قرآن کریم فنسیه و لم نجد له عزما، فراموش کرد آدم علیه الصلاه و السلام قصد ما از آدم علیه الصلاه و السلام پیدا نکردیم. قانون در گناه ایسته که زمانی گناه معصیت شمرده میشه، نافرمانی شمرده میشه که به قصد یک انسان مخالفت امر الله متعال میکنه. اما آدم علیه الصلاه و السلام به قصد نکرده بود. خود این معامله آدم علیه الصلاه و السلام خیر کثیر برای اولاد آدم علیه السلام بود. به خاطر چی؟ از یک طرف برنامه های شیطانی و ابلیسی بر ما معرفی شد که ابلیس با کدام راه ها می خواهد اولاد آدم علیه السلام در گناه داخل بسازه و در گناه مبتلا بسازه. این راه ها بر ما واضح شد، بر ما این حقیقت واضح شد که ابلیس از کدام روزنه ها تلاش داره که اولاد آدم خطا کنه و در معصیت مبتلا بکنه. یک موضوع این شد، شناخت برنامه های شیطانی خصوصا در عصر فعلی ما یکی از جمله امور ضروری برای هر فرد فردی مسلمان است. اگر ما راه های نفوذ شیطان ابلیس بشناسیم، معرفت و آشنایی قطعش داشته باشیم، گاهی ما نه در گمراهی واقع میشیم و نه فریب میخوریم. شیطان های انسانی امروزی که دنیای غرب است از این همی قسم راه هایی که ابلیس لعن نفوذ کرده بود از همون طور راه ها چی میکنه؟ نفوذ میکنه. ما او بیگاه براتان گفتم که توسط یک شعاری نعوذ بالله زیبا ولیکن در حقیقت زهر قاتل که او صلح و همکاری است، ملت ها در حالت چی قرار گرفت؟ در یک طرف قرار نگرفت، یک سنگر انتخاب نتانست، چرا که فریب خوردن. دیدی که او فریب شیطان با فریب شیطان امروزی هیچ کدام تفاوتی نداره، که در اصل حقیقت زهر قاتل اما در ظاهر یک پوشی چیستا مشابه حق برش پوشانده به یک قسم. این همی قسم تا امروز مردم حتی احساس نفرت از این نیروها نداره، در حالی که مختلف جنایات از واره با چشم سر دیده و مشاهده کرده اما چی نمی کنه. خود قرآن کریم نقشه ابلیسی را بر ما معرفی ساخت که با کدام سیستم توانست ابلیس سری آدم علیه السلام کار کنه. یک موضوع. دوم موضوع، ما باید از تدابیر و احتیاط بسیار کار بگیریم. هر گوینده حق گو نگوییم، ما معیار داشته باشیم، توازن داشته باشیم، پیش کنیم که چه رقم از سخنا. اون معیار برای خود ضرورت زیر داره که ما قطعش آشنایی داشته باشیم و همیشه قطعش باشیم.
اگر زندگی ما با کتاب الله و سنت رسول الله دائمی باشه، اینمی قسم حالات ما در کده میتانیم، سخنها را تفکیک کده میتانیم که سخن یقینا واقعیت داره یا نیم محض برای فریبی ما گفته میشه، کدامش هسته. از او خاطر انسانی که قطعی قرآن و حدیث زندگی میکنه گای گمراه نمیشه انشاءالله. الله متعال برش یک نور و بصیرت نصیب میکنه، سخنها را طول میکنه و بعد از او حقیقت و عدم حقیقت برش برملا میشه که راستی سازگار با فرامین الله متعال هست، راستی به نقشه که پیغمبر وضع کرده سازگار است، موافق است یا نیست. اگر بود بالکل درست است، چرا که فرمان الله است و نقشه پیغمبر است. اگر نبود، ولو که خیلی آدم خیر خواه خودم معرفی کرده باشه، قسم هم خورده باشه و بسیار برای آدم خیلی قابل وزن و قابل احترام هم باشه، گپش قابل تایید نیست در مقابل فرمانی که الله متعال. اگر این نکته را ما سرش تمرکز بکنیم در زندگی خود، یقینا که انسان خطا نمیشه. مشکل ما همیشه ایست که گمان میکنیم سر یک کسی گمان خیلی نیک، لیکن خبر نداریم که او واقعا ما او را مقتدا قرار دادم، مقتدا شده میتونه یا نه، اهلیتش داره یا نه، ای را نمیتونه. دیگه موضوعی خیلی مهمی که در زندگی ما همیشه و دردی ما میخوره و باید ما متوجه از او باشیم، آدم علیه صلی اللہ علیه وسلم خطا شد، چی کار کرد؟ آلی علاج اینمی خطا از کدام طریق میشه و چه قسم میشه؟ الله متعال امیر یاد میکنه، فدالله ما بی غرور. رهنمایی شیطان به بسیار فریبکاری بود که واره اینجا منظور است که آدم علیه السلام و حوا علیه السلام در یک مستوی خیلی بالا قرار داشت، امی شیطان و ابلیس لعین توانست که یاره از او منزلت و مرتبه پایین بیاره. معلوم شد که شیطان تلاشش به این خاطر است که انسان باید در مستوی عالی نباشه. منظور شیطان امی بود. چرا؟ خاصیتی امی درخت برای شیطان معلوم بود که با مجرد خوردن لباس جنت از وجود انسان چی میشه؟ ختم میشه. آیت قرآن کریم یک موضوع خیلی مهم دیگر برای ما پیش میکنه، ایست که الله متعال در جهان هستی دنیا هر چیز ارتباط به اسبابش داره، یعنی هر چیز سبب داره، مسبب است برش سبب است. ما بتن میزنیم بعد از اون روشنی میاد، یک سبب است. لین بسته کردیم یک لین با هم یک کمکی جدا شوه چی نیسته؟ چرا؟ اینمی سبب الله برش وضع کرده. تا وقتی که اسباب قطعی موجود میشه و مو اسباب ترتیب میشه، حتما مسبب مرتب میشه. گناه ها و اعمال نیک یا اسباب است، مسببات از این مکمل خود به خود مرتب میشه. از امو خاطر در موضوع تقدیر که میگیم که کسب از جانب انسان از اختیاری است، اما خلق پیدا شدن و مسبب در اختیار انسان نیست. پلت زدن کسب است، در اختیار انسان است، اما وقتی پلته را در گوگرد زدی لمبه خود به خود پیدا میشه. او باز لمبه شعله ورشونن این در اختیاری من نیست. ناخونه که تفنگ در اختیاری من است که در انگشت خود پچک میکنم، جاغوری تفنگ مرمی چیسته پر است، اما وقتی پچک کردم بعد از او پیدا شدن یا مرتب شدن فیری مرمی، این باز در اختیاری من نیست، از کنترل من میبره. یکی کسب بود و یکی خلق بود. خلق در اختیار ما نیست، اما کسب در اختیار ما بود. الله متعال که کسی را عذاب میده به خاطر این کسب، به خاطری که اختیاری است، به اختیار خود امی کار تو انجام داده ای، از او خاطر در او سرحد رسیده. اینجا هم اینمی درخت معلوم شد که خاصیت درختی بوده که با خوردنش لباس جنت مکمل از بین میره. اما ما برای ما واضح شد، الله اکبر، الله متعال با وصفی که برای ما بیان نکنه و بعد بیان نکنه، به خاطر که بنده خدا فقط فرمان بده منع بکنه، امر بکنه نهی بکنه، نگویه که اینی فایده داره اینی نقصان داره. اگر بیان فایده و نقصان شد باز خود امتحان صورت نمیگیره. امتحان در وقتی میشه که این نکات بیان نشده باشه، فقط الله گفته باشه. چرا؟ علتش ایست که وقتی که الوهیت الله را تو قبول کردی، الوهیت الله مستلزم ای گپ است که الله ما مرا طرف خیر میکشانه، مرا طرف خیر امر میکنه و از آن چیزی که
زیان و ضرر داره مرا منع میکنه. پشت چیزی نمیگرده که چرا مرا منع کرده. علت تو فلسفه جویی نمیکنه که چرا. خلاص الله است اینی فرمان داده. چرا؟ به خاطری که الله حکیم است. وجودی مرا هم الله پیدا کرده، خواسته های مرا هم الله پیدا کرده، همه چیز به الله معلوم است، وضاحت است. از امو خاطر چیزی ده که امر میکنه مفید است برام، میفهمم یا نمیفهمم، و از چیزی که من نمیکنه حتما برام ضرر است، میفهمم یا نمیفهمم. اینجا معلوم شد که الله متعال منع کردن آدم علیه السلام از این موضوع به خاطر فایده کی بود؟ آدم علیه السلام. که آدم علیه السلام در جنت لباس جنت در تن داشته باشه، نشوه که لباس جنت از تن کشیده شوه. لیکن آدم علیه السلام تناول کرد. فلما ذاق الشجره، وقتی که آدم و حوا علیهم السلام از درخت چشید، به مطلق چشیدن، بدت لهما سوءاتهما، آشکارا شد برای اردویشان شرمگاه هایشان، آن چیزی که وا بد می دانستن آشکارا شدنش یا بررهنه شدنش. چی کردن؟ و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن می چسباندن بالای خود از برگ های باغ جنت، کدام برگ هایی را که می چسباندن. ابن عباس رضی الله عنه میگه که برگ های انجیر بوده، چون که برگ های انجیر کلان کلان است، بلکه از برگ های توت کده برگ های برابر برگ های انگور است. به هر ترتیب، اگرچه روایت مشخص در این مورد نداریم، اما شروع آدم علیه السلام به چسباندن شرمگاه شد. دو امر خیلی مهم برای ما واضح شد. اول، تستر یا پنهان کردن شرمگاه امر فطری و جبلی است، پیدایشی است. در فطرت هر بنده که الله متعال پیدا کرده، در فطرتش است که باید شرمگاهش پنهان باشه. اما حتی حیوانات شرمگاهشان باید پنهان باشه. خود تنهای قدر است. حیوانات، خلقت حیوانات الله متعال طوری کرده که شرمگاه هایشان توسطی اعضایشان پنهان می باشد. برای انسان الله اختیار داده. این باید هر کاری که انسان میکنه، انسانی طور نباشه که به طور مجبوریت، به طور جبری یک عمل انجام بده. بلکه انسان باید در آزمایش قرار بگیره. به خاطر که اگر این به نیت درست به تابعداری الله بکنه که ثواب سرش مرتب شوه. خوردن میکنه، اگر امیره به یک طریقی که رسول الله و الله تعلیم داده و پیغمبر به سیستم بکنه، سری میخوردن ثواب بگیره. سری خوردن، در حدیث که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که فقرا آمدن پیش پیغمبر علیه السلام، گفت اهل دسور رفت به اجور خیلی زیاد، ما همونطور باقی ماندیم. چرا؟ به خاطر که میخوانیم نماز وام میخوانه، روزه میگیریم وام میگیره، لیکن و صدقه میکنه، ما پیش ما چیزی وجود نداره. پیغمبر علیه السلام برشان میگه که نه، شما نگویید که پیش ما چیزی نیست که صدقه کنیم، هسته. بعد از این تشریح میکنه پیغمبر علیه السلام، سبحان الله گفتن صدقه است، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، امر بالمعروف، نهی عن المنکر، کلش صدقه است. بعد از این پیغمبر علیه السلام در آخر به این نکته میگه که و فی بسع احدکم صدقه، در شرمگاه یکی از شما هم صدقه است. صحابه ایران شدند، حیران گشتند که چطور در شرمگاه قضای شهوت بکنی و بازم صدقه باشه. پیغمبر علیه السلام میفهمه نشان صحابه کرامه، گفت اگر نعوذ بالله امی شهوت خدا در غیر محلش در جای حرام میگذاشت گناه داشت؟ گفت بله. گفت آلی که در جای حلال استفاده و استعمال میکنه این صدقه است. الله اکبر. مؤمن هر حرکتش، تنفس شام صدقه میشه، خود شرط ایسته که نیت و اراده درست انسان داشته باشه. اگر سوبکی از خانه یک انسان این قصد و اراده را میکنه که من اینمی طرفی بازار میرم، انشالله دوستم که در روبروی میایم سلام سرش میپردم، با قاش واسقتش سخن میگم، یک رهنمایی خیر برش میکنم، حرکت تو قدم قدم تو صدقه شمرده میشه. چه جای ازی که در او سخن برسی؟ معلوم شد که برای مؤمن الله چقدر میدان وسیع را برای کسب ثواب خود مهیا ساخته، برابر ساخته. شرط چیست؟ شرط است که انسان خود عیار به مو نظام و سیستمی که الله برش وضع کرده به مو نظام حرکت بکنه. مسئله تستر یا شرمگاه پنهان کردن یک امر فطری بود.
آدم علیه الصلاة والسلام تحمل نتونست که یک لحظه چی باشه؟ عریان و برهنه باشه. از امو خاطر شروع کردن ایرانیگا به قدر امکان یک امر فرمان برداری کردن و بجا آوردن. آیات قرآن هم میتونه از فتق الله ما استطعتم، از الله از عذابش بترسی، از مخالفت امر الله متعال بترسی به اندازه که توان داره و الله برابر توان ما را مکلف ساخته. دمو موقع نه رخت بود، نه چیزی نبود، نه لباسی، لیکن چیزی که به سبب از او عورت پنهان میشد برگ درخت بود، امور کنده و در جان خود چسبانده. معلوم شد اگر در اولاد آدم علیه السلام کسی پیدا میشه که این تستر دروازه هایش باز میکنه، این تستر مکمل از بین میبره و در حقیقت منهج انسانیت را ترک کرده، اروپای امروز، دنیای غرب امروز یقینا از جاده انسانیت برآمده است، بلکه در جاده حیوانیت هم قرار نداره. کدام بی حیایی هایی که در اونجا فعلا هست در هیچ جای پیدا، در هیچ تاریخ نیست. جاهلیت اولا را شرمانده، کدام حالاتی که امروز در او جهان است. اما تأسف در اینجا از وا گله نداریم، او دنیای کفر است، او عقیدیش امیسته که اینمی نظام و اینمی زندگی است که نیولی ما سپری میکنم، اینمی خوردن، اینمی نوشیدن، اینمی هدف نهایی زندگیم است. ما باید اینمی قسم چیزی که طبیعتم خوش است اما قسم باید زندگی بکنم. و همه آمال و آرزویشان است و امیر زندگی تلقی کرده، هدف زندگی خود شمرده، از او خاطری کار میکنه. تأسف در اینجا از کسی که دارنده همچو تبیین و بیانات الله متعال است، کتاب الله برش ایطور درس ها میده، لیکن باز هم ای افتخار به ای داره که دخترش لط شوه، زنش لط شوه، نعوذ بالله. اینجا گپ است. وقتی که ما اولاد خدا، سیاسر خدا، همشیری خدا، دختر خدا آشنا میسازیم با اونمو مردمی که نعوذ بالله در درجه حیوانیت زندگی فعلا داره، قطعی از ما معرفی میکنیم شد. چرا که چیزی که نشوی فرهنگ از واره میکنه او را در خانه خود ما برش آوردیم و برای اولاد خود چی دار؟ گذاشته ایم. آلی ببینیم که ما چقدر کمایی کردیم ثوابه. یک خریدنی همچو آله و اسباب در خانه آوردن موجب چقدر گناه های عظیم میشه که اونجا تصویرهای برهنه دیده میشه و از او باز اولادم سبا تقلید میکنه. سبا آستینا تا اینجا را هست، در محافل میره لج میباشه، لباس چسب میباشه، نعوذ بالله مویا به مو شکلایی که در او جهان دیده میشه به مو شکل ساخته شده میباشه. خیر ای آدم چه قسم طمع و توقع ثواب الله را داشته باشه. وقتی که به دست خود با میگیریم نعوذ بالله، ما خدا برهنه میسازیم و تقلید امید دنیای حیوان صفت میکنیم، چه قسم ما بگویم که واقعا ما تابعدار اسلام هستم؟ از قرآن چی درس گرفتم؟ آدم و حوا علیه السلام که حتی به قدر امکان از برگم استفاده کرد، از برگ، به خاطر که شرمگاه نمایان نشود، شرمگاه نمایان نشود. امروز به نامه های محض خیالی که علم میدان ورزش است، او علم چیست که انتر چی میگی؟ کلب میگی و اینیسته، برای که چوتگه که در جانی همی مرد هست، همی زن هست و لچ هست، همی زندگی را کرده را ایسته، عورت های خود برهنه کرده را ایسته. چه قسم باز ما ادعا داریم که اولاد آدم علیه السلام است؟ آدم علیه السلام خیلی قدر بود. خوب دیگه موضوع، و ناداهما ربهما علم انهکما عن تلکم الشجرتی، ما شما را منع نکرده بودیم از این درخت. این ندا بسیار ندایی بود که آدم علیه السلام سخت سرش تاثیر کرد. خجالت و شرمندگی کی می باشد که پدر تو را بگه که اینی کار نکن، پیاله را اونجا نمان، دستری بخوری که پسان می ترقه و تو به دست پیاله را اونجا می مانی و پلک صدا می کنی. این خجالت خیلی زیاد دارد، چرا که قبلا پدر تو را گفته اینجا نمان و تو باز مانده ای، آلی دیگه جواب نداری. داری جواب؟ نداری جواب، عذر پیش کده نمیتونی، توجیه کده نمیتونی، این بسیار سخت است. همینطور حالات الله متعال میاره خود درس عظیم به بندگان خود میده توسط واقعی آدم علیه السلام. انسان خطا میشه، معلوم شد که عقلی
آدم علیه السلام زمانی که در مقابل هجوم وسوسه های شیطانی و فریبکاری های شیطانی قرار گرفت، عقل آدم علیه السلام کار نکرد و وادار شد به اینکه از او درخت استفاده بکنه. هم آدم علیه السلام آلی امی عقل خود که از بین رفت همینطور میگذاره که از بین بره؟ نه، آدم علیه السلام آلی به هوش میشه. انسان حاضرش در یک مرتبه باید قبول شود، یک مرتبه اگر خطا میشی، اما در مرتبه دوم باید انسان متعقز و بیدار باشه. امروز شکایت و گله که از مسلمان ها میشه به می خاطر میشه که ما یک مرتبه فریب نخورده ایم. روس مداخله کرد، به نام نان دادن و لباس دادن ما را تباه کرد، لیکن امروز به نام از اینکه علا وطن شما را می دنیای کفر میگه تعمیر میکنم، ما دیگه هم بازی خوردیم، دیگه هم فریب خوردیم. یک مرتبه نیست، چندم مرتبه است؟ دو مرتبه است. آدم علیشان دو مرتبه فریب نمیخوره. به مجرد که فرمان الله، آواز الله را شنید که من شما را از این درخت منع نکرده بودم، و قل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، الله معلوم کرده بود که شیطان دشمن آشکارا برای شماست. الله دشمن ما را معرفی کرده، شناسایی کرده. دشمن ما کیسته؟ کدام دشمن است؟ دشمنی که در رگ رگ ما الله برش قدرت داده که جریان پیدا کنه، حرکت کنه، سیر و سفر کنه. او دور دشمن و الله بر ما گفته که دشمن شما هست. باز چطور انسان تابعدار شیطان باشه، تابعداری وسوسه های شیطان بکنه؟ الله متعال این سرزنش برای آدم علیه السلام میده، لیکن این در حقیقت درس برای بندگانی دیگه الله متعال است، برای ماست. زمانی که کتاب الله برای ما دشمن ما را معرفی میکنه و این را برات میگه که برنامه که ما برات وضع کردیم، این برنامه اگر در این برنامه مستقیم روان بودی شیطان سر تسلط نداره، ولو که در رگ رگ خونی تام جریان داره، اما تو را خطا کرده نمیتونه، به شرط ایست که این برنامه را پیش ببری و این منهج را بالکل استقامت اختیار کنی. من چطور این منهج را ترک میکنم؟ اول منهج را بشناسم، اول راه روش را بشناسم، بخاطر این را لازم میگیرم در زندگی خود که ما در دام شیطان گیر نبیاییم. امروز ما رای قرآن و حدیث چرا ترک کردیم؟ چرا دیگه طرف روان هستیم؟ و میفهمیم هم که غیر از کتاب الله و سنت رسول الله هیچ راه نجات برای ما نیست و ما بازم از پیشش غافل باشم، کتاب الله را در تاق مانده باشم، حدیث پیغمبر حتی نامش نشناسم و بازم بگویم که ما به حق هستم. شما بگویید که اگر یک کسی در عمر با کتاب الله آشنایی نداشته باشه، با حدیث پیغمبر سر و کار نداشته باشه و میگه که من به رای حق هستم، این ادعایش درست است؟ ادعا درست نیست. حق خود ما فیصله میکنیم. این اصول کل است. هر گروه را پرسان کنی بدون کتاب الله و سنت رسول حق پیدا میتونی یا نمیتونی؟ کسی هم براتون گفته نمیتونه که بدون کتاب الله و سنت رسول الله ما حق پیدا کرده میتونی. اما وقتی که این گپ مسلم است، تسلیم به نزد کل است، خیر دنبال کتاب الله و سنت رسول الله کی روان است؟ کدام طایفه روان است؟ و کی چی وقت روان است؟ ما خودی ملت خود دیدیم که با قرآن آشنایی نداره، حتی لفظش یاد نداریم درست، حدیث پیغمبر حتی ما نمیشناسیم که حدیث چی را میگه. خیر چه قسم از کجا حق بیا؟ حق همونطور نمیاد. از ضرورت ما به این شد که ما باید آشنایی داشته باشیم با دو منبع دینی خود، با دو سرچشمه دینی خود، ما یک ارتباط مستقیم داشته باشیم. یک وقت نه یک وقت ما سر و کار با این دو منبع داشته باشیم. یک چیزی از این باید معلومات حاصل کنیم به خاطر که حق بشناسیم. این نیازی ما هست، مثل که به طعام ما ضرورت داریم، به اینمی غذای خدا هم ضرورت داریم. این غذای ما باید باشه. سیست یک تعداد دوستا فکر میکنه که ما رسیده، در نیمه ای را اعلام میکنه، یا یک تعداد دوستا میگه نه من میشناسم، خوب خوب است، بد بد است، گناه گناه است. نه برادرم، گناه را تا وقتی که قرآن حدیث نشناسی نمیشناخته نمیتونی. امروز بسیار مردم گناه را به شکل ثواب کرده رویست، این بدعتا را که انجام میده ای را گناه میگه یا ثواب میگه؟ یا ثواب میگه. شرک توحید میگه، سجده کردن برای استاد و برای کلانای خود ایره بگه ادب شمار میکنه.
خب این کلش فریبای کیست؟ ابلیس و شیطان است. از او خاطر ما نیاز داریم. آدم علیه السلام و مجردی که ندای الله را میشنوه میفهمد که اوه 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 ده خطا واقع شدم. رای علاجم کجاست و چی است؟ قال ربنا اردو میگه ام آدم و ام حوا علیه السلام اردو میگه ای پروردگار ما ظلمنا انفسنا ما سر نفس خود ظلم کرد. هر گناهگار و هر کس که مخالفت امر الله متعال میکنه او ظالم بالای خود است. بالای خود چرا است؟ امیال نقصان حق خود آدم علیه السلام کرد یا در دربار الله کدام نقصان آمد؟ نه آمد. در کدام ناز و نعمت جنت که سرفراز بود استفاده میکرد از او محروم شد، بلکه حتی لباس هم باقی نموند. یک گناهگار باید بدانه که ای در دربار الله ادناترین نقصان رسانده نمیتانه. اگر هر قدر مخالفت میکنی در حق خود میکنی. نفس خود با کی پیش میکنی؟ با الله، با جهنم الله پیش میکنی. راه کدام است؟ ما کلی ما خطا میکنیم، واقعیت است. چرا که شناخت اصل حقیقت بر هر فرد بسیار سخت است. اما راه علاج کدام است؟ با مجرد فهمیدن خطای خود انسان رجوع به سوی کی؟ الله متعال. اعتراف به سوی کی؟ الله متعال. ندامت و پشیمانی به او کردار و عملی که ناشایسته بوده و تو انجام داده بودی. یکی از راه های پیروزی و که سبب خاکلودگی بینی شیطان میشه کدام است؟ رجوع انسان به سوی الله و توبه کردن. ابلیس در عنده او اقبال بسیار و ویلا میکنه که زحمت های ما خیلی زیاد شد سری انسان، ایره حتی در گناه وادار ساختم، لیکن سیکو یک توبه کرد الله کل گناهش بخشید، کل محنتی ما چی شد؟ پای در هوا رفت. چقدر یک نعمت عظیم الله متعال است که الله موقع برای کی داده؟ برای قبولیت توبه. همین روز ترجمه داشتیم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قول حسن بصيري رحمه الله اسقفت. الله اكبر. كرم الله ربيبي، حلم الله ربيبي، بندگان ازور در چاهای آتش انداخته، در لبی چاها استاده است تماشا میکنه و اوج بندگان الله اوام به جز از اینکه ایمان به الله داره و ما نقم منهم الا یؤمنوا بالله العزیز الحمید. عیب شانم چی است؟ فقط ایمان به الله. و اید نعوذ بالله عیب دونسته و مردم در چاهای آتش انداخته، بازم الله امین مردم چی میگه؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، یقینا کسانی که عذاب دادن تکلیف رساندن برای مردای مؤمن و زنای مؤمن، ثم لم يتوبوا، بعد از توبه نمیکنن. الله اکبر. الله چقدر کرم داره، چقدر سخاوت داره. اگر انسان انسان باشه یقینا، یعنی نمیشه که او بعد در جهنم بره. بفهمه، خدا بشناسه، الله را بشناسه. تو بیبی چقدر راه عظیم الله برات گذاشته که مرتکب همچو جنایات هم شوی، لیکن به شرطی که به سوی الله مخلصانه، مثل که آدم علیه السلام رجوع میکنه، انسان رجوع کنه الله چی میکنه؟ بخشش میکنه. و گفتن و این لم تغفر لنا، چطور دعا میکنه آدم علیه السلام؟ اول خو اعتراف، ایره میگه ندامت و پشیمانی که الله ما پشیمان هستیم، یقینا ما خطا شدیم، نقصان خود کردیم. خو بعد از اون میگه که یا الله غیر از تو کسی دیگری هم نیست که گناه مرا بخشش کنه، غیر از تو کسی هم نیست که مرا رحم بکنه. اگر رحم و کرم تو نباشه ما چیستم؟ و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسر، ما واقعا تاوانی و خساره من شده. ببینی چقدر درس عظیم برای ما و شماست. اگر الله رحم نکنه، اگر الله فضل احسان خدا نکنه، انسان تباه و برباد است، بسیار تباه و برباد است. پیغمبر علیه السلام در قضای حاجت داخل میشه، پس میگه غفران کم میگه، به خاطر که یک لحظه از ذکر الله چی میشه؟ بند میشه. احسانات الله را میشناسه پیغمبر که الله چقدر احسان عظیم سر ما کرده. بعد از او باز عاجزی خود به الله پیش میکنه که بخشش تو را طلب دارم، الله مرا بخشش کن، به خاطر که ذکر تو قطع شد در این موقع. اما
ما الله را در کل عمر فراموش، در کل روز فراموش، در کل شب فراموش کار را انجام میدیم که پسان اگر یک کمی تعامل خودی ما سرش بکنیم سری کاری خود شاید که خدا نعوذ بالله لعنت بگیم چرا این کار کردم؟ چه قسم کار بود که ما کردم؟ هدف از این قصه که در اینجا الله متعال بیان میکنه بیبی انسان باید قناعت بکنه سری حلال الله. حلال الله زیاد است از نگاه خوردن، پوشیدن، نوشیدن، تمام چیزا خواسته های وجود انسان الله حتما رفع حاجتش از رای مشروع و حلال کرده. هیچ نیاز و ضرورت برای حرام وجود نداره. اگر ما نعوذ بالله دست در حرام دراز بکنیم توانی کی را کردیم؟ توانی خدا کردیم، خدا در بدر کردیم، خدا نعوذ بالله خاک بسر کرده. نه، انسان باید دائم متوجه باشه. دوم، هر چیزی را که الله منع کرده ضرر است ایش. امروز تو بفهمی یا نفهمی، حکمت و علتش به تو معلوم باشه نباشه، بس الله که منع کرده دو ضرر است. کدام چیزی را که الله برات گفته امر کرده که انجام بده دو خیر و سعادت و نیکبختی است؟ اگر ما بدانم، اگر ندانم، اگر الله مرا حکم کرده که خفتن چهار رکعت نماز فرض بخوام و رسول الله برای من نقشه داد که دو رکعت سنت و بعد از او سه رکعت وتر یام سنت ایرم بخوان، دی خیر و سعادت و نیکبختیم است. اگر پیغمبر مرا امر کرد که بعد از خفتن سمر نکو، قصه ها را ادامه نده، زود خواب بکو، یقینا که خیر است. نیست خیر؟ اگر در 9 بجه خواب بکنیم، آدمی خیلی تنبل باشه سعی میکنه که در 3 بجه در 4 بجه فرد خسته است بیدار شده، باز دیگه که هرچی بکنه خواب سرش نمیاد، میتونه که برای وضو بکنه و عبادت الله را بکنه، تلاوت الله را بکنه، در مو ساعت خلوت با الله خود را نیاز بکنه، نعمتهای الله را در پیش چشم خود بیاره که الله ای عظیم نعمت را بیبی، ای گرمی و نرمی را بیبی، ای روشنی را بیبی، ای آب را بیبی، ای توانمندی مرا بیبی، ای صحت مرا بیبی، از همه چیز ما پوره. ما چطور شده میتونه که الله عبادت تو را نکنه؟ و بعد از اون گناه های خودم در خود پیش کن که ما چقدر کوتاهی و قصور کردیم در مقابل نعمت های الله متعال. از او خاطر اگر ما الله را و حق الله را و فرمان الله را بشناسیم، اوامر الله خود پیش ما قطعا ترک نمیشه، نواهی الله خود دست برش پیش نمی کنیم، خونه پای به زیادت میمانیم، زیادت که زیاد عبادت الله را بکنیم و زیاد از گناه خود دور بکنیم، به خاطری که الله بسیار احسان بزرگ کرده. یقینا که الله متعال بسیار کریم و رحیم است و ما باید مایوس نباشیم، ولو که هر قدر گناه کرده باشیم، هر قدر گناهی باشه که حتی بس اوقات شیطان در خیال آدم میاره که بالکل تو خلاص شده، لیکن بگو که نه، الله غفور و رحیم است. اگر ما به نیت صادقانه به سوی الله رجوع بکنم، الله متعال مرا بخشش میکنه. الله ای داستانی آدم علیه السلام در قرآن کریم به این شکل آوردنش درس عظیم برای ما شد که ما انسان ها خطا میشیم، لیکن راه و علاجش امیست. فرق در بین ابلیس و آدم علیه السلام در امی بود. ابلیس در صدد عیب جویی و انتقاد و طعن شروع کرد، فبما اغویتنی لقعدن لهم صراط و کل مستقیم، مرا تو گمراه کردی، از تقدیر مرا اینطور کرده بودی. ای گفار شروع کرد. آدم علیه السلام نمیگه که یا الله چی هست؟ فراموشی رو چرا پیدا کرده بودی که فراموشم شد؟ شیطان چرا پیدا کرده بودی؟ باز نخو به خاطر تعظیم نام تو که نام تو را قسم خورده بود، ما او را خیرخوا فکر کرده بودیم. حالا که علت علت بیان نمی کنه، میگه نه، نقصان از ماست، ما خطا شدیم، خلاص الله تو باز خو اتائب من الذنب کمن لا ذنب له. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما توبه کننده از گناه با مثل کی است؟ تو گویی که هیچ گناه نکرده، خود توبه توبه باش، توبه توبه باش. الله این داستان به خاطر شد که بنده ها رجوع بکنه به سوی الله متعال، تسلیم به نظام الله شوه و بدانن که اگر ما بسا اوقات در زندگی خود خطا میشیم، باید زود تکده به سوی الله رجوع بکنیم و از الله مغفرت طلب بکنیم. سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
نمی ارزد خوشی آندم که جان اندر خطر باشد، نمی ارزد خوشی آندم که جان اندر خطر باشد. جهان زندان مؤمن ها به تفسیر حدیث آمد، جهان زندان مؤمن ها به تفسیر حدیث آمد. چه لذت پای در زنجیر بلب شهد و شکر باشد، چه لذت پای در زنجیر بلب شهد و شکر باشد. غم دنیا مخور ای دل که این جای گذر باشد، مسافر روز و شب باید دلش فکر سفر باشد. بقای نیست و دنیا را که چشم بست بکشایی، چرا عاقل در این فرصت به فکر سیم و زر باشد.